آقای شاهی، ابتدا به این موضوع بپردازیم که سخنان شب گذشته نت پرایس حاکی از این هست که علت توقف مذاکرات برجام خواسته های فرابرجامی جمهوری اسلامی هست. چه دستاوردی در این خواسته های فرابرجامی وجود داره که ارزشش بیشتر از رفع تحریم ها و آزاد شدن میلیون ها دلار پوله؟ سلام و وقت شما بخیر. ببینید، الان سه دلیل مهم وجود داره که عملا این ادامه مذاکرات رو و سرانجام رو به شکل واقعی کلمه به چالش کشیده. دلیل اول، همینطور که بر همگان هویدا هست، کارشکنی روسیه است. حتی جوزف بورل در اواخر مارس علنا این مسئله رو تکرار کرد که روسیه به هیچ وجه علاقمند به رسیدن به یک توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی نیست، چون این توافق ورود نفت ایران رو به بازارهای جهانی نفت هموار میکنه و در شرایط فعلی این خبر خیلی خوبی برای روسیه نمیتونه باشه و با توجه به نفوذی که روسیه در ساختارهای سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی داره، به نظر میاد که روسیه داره از تمام نیروی خودش استفاده میکنه که مانع بشه برای رسیدن به یک توافق، حتی اگر که این توافق به نفع منافع ملی ایران باشه. مسئله دوم، به رغم حتی کارشکنی های روسیه، قسمتی هم این مشکل مرتبط هست به رویکرد دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی. در 1.5 سال گذشته رویکرد بایدن به جمهوری اسلامی بسیار منعطف بوده و این انعطاف شرایطی رو به وجود آورده که امروز عملا صادرات نفت جمهوری اسلامی در مقایسه با 3 سال گذشته افزایش بسیار چشمگیری داشته. به رغم تمام این مشکلات یا همون تحریم‌های رسمی، جمهوری اسلامی عملا همین امروز داره بیشتر از 1 میلیون بشکه نفت میفروشه و صرفا به خاطر این هست که اون فشارهای حداکثری ایالات متحده روی جمهوری اسلامی کمتر شده و خب مقامات جمهوری اسلامی هم میگن که خب ما حتی اگر که به توافق هم نرسیم، ما همین امروز داریم تقریبا بیشتر از 1 میلیون بشکه نفت میفروشیم. و مسئله سوم هم این هستش که همینطور که میدونید در واقع اقتصاد و منافع اقتصادی هیچ وقت در اولویت سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی نبوده و به نظر میاد که یک طیفی در ساختارهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارند که بر این باورند به رغم تحریم‌های موجود شاید منافع امنیتی جمهوری اسلامی اینجوری تضمین بشه که برنامه‌های هسته‌ای این کشور جلوتر و جلوتر بره. به رغم اینکه این مذاکرات هنوز به پایان نرسیده و هنوز در یک حاله ابهام قرار داره، ما میدونیم که در هفته‌های گذشته سرعت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. به نظر میاد که واقعا این طیف به این نتیجه رسیدن که یعنی ما باید به یک سری اهداف هسته‌ای برسیم که بتونیم که حتی اگرم که بخوایم مذاکره‌ای بکنیم، قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشیم. اشاره کردین تو صحبتاتون به انعطاف پذیری بایدن در برابر جمهوری اسلامی. این انعطاف پذیری تا کجا ادامه خواهد داشت؟ چون که آمریکا مدت‌ها پیش گفته بود زمان جمهوری اسلامی رو به پایانه. تا کی می‌خواد این تعلل جمهوری اسلامی رو قبول بکنه و صبرش به پایان نرسه در حقیقت؟ ببینید، دولت بایدن یک ضرب العجلی اعمال کرده بود که قرار بود که در واقع هر اتفاقی که قرار بیفته بین این دو کشور تا اواخر فوریه بیفته، اما خب در 1.5 ماه گذشته شرایط جهان به شکل واقعی تغییر کرده و کارزار اوکراین تأثیرات قابل توجهی دوباره روی رویکرد بایدن در قبال جمهوری اسلامی گذاشته. بایدن به رغم اینکه بسیار تلاش کرده در چند هفته گذشته، اما موفق نشده که کشورهای اوپک رو یا کشورهای حوزه خلیج فارس رو قانع بکنه که در واقع تولید و صادرات نفتشون رو افزایش بدن. و در این حال ما این رو هم میدونیم که دولت بایدن زیر فشار هست، چون روز به روز قیمت نفت داره بیشتر میشه و امیدواره که هر جوری که شده بالاخره این توافق حاصل بشه که در واقع ورود بیشتر نفت ایران به بازارهای جهانی بتونه مقداری این فشارهای اقتصادی رو روی ایالات متحده و غرب
کمتر بکنه. همه و همه این مسائل شرایطی رو به وجود آورده که این پروسه کنتر شده، اما به رغم این مشکلاتی که امروز دولت بایدن باهاش مواجه است، من بعید میدونم که در واقع صبر دولت بایدن ابدی باشه و من فکر نمی کنم که قراره که ما شاهد یک پروسه فرسایشی دیگه باشیم و اعتقاد دارم که اگر که در هفته های در پیش رو جمهوری اسلامی انعطافی نشون نده، شاید برای همیشه این مسئله مذاکرات به حاشیه رونده میشه و ایالات متحده مجبوره که یک رویکرد جدیدی رو علیه برنامه های خطرناک هسته جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه. ممنونم از توضیحاتتون. افشین شاهی، استاد روابط بین الملل از لندن همراه ما بودید.